دوستان، امیدوارم که خوب باشین. یه چهارشنبه دیگه هست، شما در خدمت شما دوستان عزیز هستین. یه لایو دیگه با آقای دکتر یزدانی. سلام های دکتر یزدانی، خوب هستین؟ قربان شما، شما خوبین؟ مرسی، متشکرم، عالی. دو تا موضوع بوده، یه موضوع این که اولا خب پرونده های آی سی تی اینترا کامپانی ترانسفری ورک پرمیت ها این دونه دونه داره در میاد، خدا رو شکر. خدا رو شکر. و فایل ها هم فایل های خوبی بوده، خدا رو شکر. حالا بعضی چون طولانی شده افسر ازش اطلاعات به روز خواسته، در حال کسایی که تو پروگرام آی سی تی دارن در واقع با ما هستن یا میخوان این کارا در واقع فایلشون انجام شده بوده و الان تو منتظر هستن، احتمال داره افسر از شما آپدیت مالی بخواد. اینو تو جریان باشید، چون از کلاینت های چند از کلاینت ها خواسته شده به خاطر طولانی بودن. این قرار بوده مثلا دو ماه، یک ماه و نیمه پروسه رسیدگی باشه، رسیده مثلا 6 ماه، 5 ماه یا بیشتر حتی. برام یه سری مدارک که ذره کهنه شده، اینا افسر ازشون خواسته که مثلا مدارک آپدیت مالی بدید که شما میتونید بیاید اینجا بر اساس بیزینس پلنتون اون پولی که لازم هست نشون بدید برای اجرای بیزینس پلن رو نشون بدید. یه موضوع بوده، خب به نظر من مثبت بوده به دلیل اینکه اصولا اگر مشکلی میخواست باشه که رفیوز بکنن یا بحث این چنینی بود، یه سری اذیت و آزارهای آنچنانی که بعضی موقع میکنن، همون به قول معروف استریت فوروارد میمدن، مستقیم میگفتن نه و پرونده رو رفیوز میکردن، ولی وقتی سوالات اطلاعات تکمیلی اضافه میخوان معمولا معنی مثبتی میده، یعنی که میخوایم کارتون را بندازیم، فقط اینم مثلا مدرکش هم به ما بدیم. یه بحث بوده. بحث دومی که هست مربوط میشه به پروگرام های استارتاپ. در پروگرام های استارتاپ دو سه روز گذشته دوباره یه تصمیم دیگه اداره ما در واقع رأی دادگاه فدرال اومده در اعتراض به یه رفیوزالی که برای استارتاپ بوده، پرونده ما نبوده بعد، ولی خب رأیش اونجاست، همه دسترسی بهش دارن. تو کانادا مثل سیستم ایران نیستی که وقتی رأی صادر میشه انتشار داده میشه که بقیه بتونن ازش استفاده کنن، و چون سیستم ما هم در کانادا در واقع سیستم برپایه رأی قضایی یا کیس لا هست، سیستم این شکلی پیش میره که اگر رأی صادر بشه میشه از استناد بوده از اطلاعاتش، از مدل برخورد دادگاه، از اون آنالیز و تحلیلی که دادگاه کرده استفاده بشه برای پرونده هایی که بعدها قرار ارجاع بشه. به هر حال دادگاه فدرال دو تا نکته رو به نظر من بهش توجه کرده، و یکیش اینه که اولا شما انگیزه واقعیت آیا گرفتن پیاره یا راه انداختن بیزینس استارتاپی در کانادا. ما همیشه با کلاینت هایی که صحبت میکنیم بهشون میگیم سعی کنین پروژه‌ای که انتخاب میکنین واقعی باشه، وقت بذارید سر پروژه‌تون و طوری نگاه بکنید به پروژه که واقعا میخواید بیت کانادا اجراش کنید، به خاطر اینکه فراموش نکنیم پروگرام استارتاپ یک پروگرام کارآفرینی هست، در نتیجه شما سرمایه گذار منفعل این نیستید که بیاید یه پولی بذارید توی پروژه‌ای، پروژه رو دیولپ بکنید بعد ولش کنید برید. مبنای این دا سیستم اینجوری نیست. حالا یه چیزی هم بهتون بگم، خب ایرانی ها یا حالا غیر ایرانی، حتی این موکل، این کسی که کیسش رفته اونجا ایرانی نبوده، ولی
معمولا حتی تو سرمایه گذاری های کارآفرینی های استانی PMP هم رایج بوده که ایرانی ها می اومدن می گفتن آقا ما این بیزنس رو نمی خواهیم خدمتون ارشد رایج بر این بوده که مثلا می اومدن می گفتن ما جریمه‌شو میدیم ولی بیزینس رو راه نمیندازیم، که بعدها این مسئله باعث شد تو سیستم‌های کارآفرینی استانی ختم بشه. به چی ختم شد؟ به این که دیگه PR صادر نمی‌کردن، ویزای کار میدن. یعنی امروز میگن ویزای کار بهت میدیم، بیا خودتو ثابت کن، وقتی ثابت کردی ما به شما نامینیشن میدیم که بری بعد بر اساسش تقاضای PR کنی. حالا یه نیو برانزویک رو بذاریم کنار، یه چه دو سه تا پروگرام هستن، یه پروگرام تو ساسکاچوان هست، یه چند تا دونه هنوز هستن که اینا یک تعهد مالی میدن، یه عددی هم وثیقه ودیعه میذارن، اگر انجامش ندادن اون ودیعهشون از دست میره. ولی اصولا این سابقا اینجوری نبود. تمام استانها BC، مانیتوبا، پرنس ادوارد آیلند، اکثر استانهایی که تو کانادا پروگرام کارآفرینی استانی داشت، بیزینس استانی، روالش اینجوری بود، روالش این شکلی بود که شما یک مبلغ ودیعه میذاشتی، یه بیزینس پلن میدادی، وقتی مبلغ رو نمیتونستی کار انجام بدی ودیعت از بین میرفت، ولی بهت PR میدادن. به هر حال ایرانی ها، حالا هندی ها، چینی ها، اکثر کسایی که قشرهای مهاجر کانادا هستن، افکارشون همیشه این شکلیه که چجوری میشه که ما کارا رو انجام ندیم، بیزینس رو برپا نکنیم. تو بحث استارتاپ هم با همین منتالیتی وارد میشن، مغزش و فکرشون اینه که اینجوری باشه. و این مسئله اداره مهاجرت همونطوری که به کارآفرینی های استانی اذیت کرد، بعدن حذفش کرد، ممکنه رو استارتاپ هم پیاده بشه. یعنی ممکنه استارتاپ توی مقطع زمانی، من پیش بینی میکنم تو فاصله زمانی کوتاهی، پروگرام و PRش رو حذف کنن، بکننش ویزای کار، بگن شما بیا پروژه‌تو اجرا کن، اگر اجرا شد نامینیشن بهت میدیم که حالا یا اپروال بهت میدیم که برو تقاضای PR کن. در این صورت اداره مهاجرت PR الکی به کسی نداده. خب حتی امروز کسایی که ویزای کار میگیرن میان کانادا، پروندهشون در حالی که ویزای کار رو دارن رو استارتاپ، پرونده PRشون تو پروسس، درست شد؟ زمانی که پرونده PRشون تو پروسس، ویزای کار دستشونه. توی همین رأی هم بهش اشاره شده که شما ویزای کار رو گرفتی، چرا رو پروژه هیچ اتفاقی نیفتاده؟ خب حالا قبلش تو کانادا نیومدی، چرا هیچ اتفاقی نیافتاده رو پروژه؟ بعدش هم که اومدی چرا اتفاقی نیافتاده؟ در نتیجه چیزی که هست، از زمانی که لتر آف ساپورت صادر میشه رو پروگرام استارتاپی، پروژه بایستی حرکت بکنه، نبایستی وایسه به حساب اینکه هر موقع من PR رو گرفتم میام ادامه میدم. باید یه حرکتی توش اتفاق بیفته. این حرکتی که ما صحبتشو داریم میکنیم چی هست؟ به طور مثال اگر پروژه شما تو مرحله مثلا بحث پروداکت یا پروتوتایپ شما تو استیج 4 بوده، آقای دکتر من فکر کنم صدای شما رو ندارم. صدای من رو در این الان رفت آقای دکتر یزدانی، الان اومد صداتون، ببخشید. من فکر کنم بیا از سیستم از طرف شما بود، به خاطر گل لحظه تصویر شما خوب شد. آره شاید. بعد به هر حال ببینید چیزی که هست، میان میگن خب پروداکت لولی که لتر آف ساپورت گرفتی بودی تو مرحله مثلا MVP یا مرحله بودی که نمونه آلفات ساخته شده بوده، حالا بقیه راه چی؟ الان که یه سال و نیم تو پروسه پرونده رسیدگی دیگه سال رفته جلو، تو این فاصله چه اتفاقی رو پروژت افتاده؟ از لحاظ بیزینسی، نه فقط پروداکتی، از لحاظ بیزینسی چه کاری تونستی بکنی؟ آیا تونستی مثلا به خصوص اکثریت پروژه هایی که استارتاپی دارن الان انجام میدن، اینا معمولا بیسشون بیسای
اپلیکیشنیه یا از اون طرف حتی دیوایس باشه، اینا مثلا میتونن برن دنبال لایسنس های صادرات واردات، مجوزها، مجوزهای دولتیشو گرفتن، مجوز تولید، مجوز غیره، اپلیکیشن فایل کردن. این کارهایی هستش که اصلا نیازی نیست، چون فقط یه سری کاغذ و مدرکی که باید مدارکش رو جور کنید بدید بره. متوجه هستین؟ اینا چیزهایی هستش که معمولا اداره مهاجرت دنبالشه که ببینه. در نتیجه این بحثی که توی این رأی هم بود این بود که این رأی رفیوز شد، بعد توی دادگاه هم رفیوز شد و استنباطش هم این بوده که اداره مهاجرت و قاضی دادگاه فدرال برگشته گفته که صراحت مشخص این بوده که شما یه نکته تریکی دیگه هم بوده، شرکت اشتباه نکنم شرکت امپاور بوده، امپاور یه شرکت انکوباتور بوده توی ونکوور که شرکت های رد تعداد رفیوزالاش بسیار زیاده، یعنی تو سالهای 2018-2017 اینا یه سری لتر آف ساپورت صادر کردن، اما اول کاری که استارتاپ رایج شد و متاسفانه اکثریت هم رد شدن، بعدن رفیوز شدن. و داستانش هم ساده بوده، انکوباتوره به قول معروف یه جور بچه زرنگ بوده میومده میگفته بیاییم با من قرارداد امضا بکنیم، قراردادهای عددهای آنچنانی $200,000 $300,000 پروژه رو خودم بهتون میدم، پولشو بدین به من، من به شما لتر آف ساپورت میدم و شما هم از اون طرف برید یه وکیل پیدا بکنید که کارتون انجام بده. در واقع موکل به جای اینکه برفته با وکیل یا یک دفتر وکالتی یا یک حالا سیستم توافق میکرده که پروژهش بره جلو، کار ماجراش هم روشه، مستقیما دیل میکرده با شرکتی که لتر آف ساپورت صادر میکرده سازمانه. به خاطر همین عدد فیاش عجیب و غریب بوده که یکی از مواردی که تو این رأی هم بهش استناد شده این بوده که شما مستقیم رفتی دیل کردی. پس مستقیم دیل کردن همیشه چیز مثبتی هم نیست. بعضیا فکر میکنن مثلا نه ما خودمون رفتیم از خود سیستم فلانجا لتر آف ساپورت گرفت. چجوری گرفتی؟ بر چه اساسی بوده؟ توافقات چی بوده؟ استانداردها رعایت شده نشده؟ این مسائل بوده. به هر حال این آپدیت آخری بوده که رأی بوده که دو روز پیش سه روز پیش دادگاه فدرال صادر کرده، ولی کای غیر قابل در واقع تصور هم نبوده، یه چیزی کاملا قابل پیش بینی بوده. تنها آخر نکته ای که من میتونم رو پرونده استارتاپ بگم اینه که خودتون رو به عنوان شریک و مدیر یک شرکت استارتاپی کانادایی قبول کنید و بر اساسش هم تعهدات اجراییش رو، برنامه ریزی اجراییش رو داشته باشید. متوجه هستین؟ چون شما یه زمانی هست مثلا در پروگرام ICT هم همین، یاد طرف میاد میگه من میام شرکت ثبت میکنم و در اینجا بیزینس میکنم، ول میکنم و ول میکنم، ولی بیزینس هم اتفاق نمیفته، ولی همچنان باید مدارک ارائه بده که تلاشش رو کرده. متوجه هستین؟ باید یه حالا بحث سر این نیستش که حتما اتفاق بیفته، حتما اون بیزینس موفق بشه، نه، ولی مستندات اولیش باید درست باشه. یعنی شما بایستی ثابت بکنی که توانایی و نیت اجرای بیزینس پلن رو داری و اینو باید ثابت بکنی، وظیفه اپلیکنته که ثابتش بکنی. پس اگر هر کدوم از اینها نباشه، توانایی یا نیت نداره اون کارو نداشته باشه، برای پرونده استارتاپیش یا هر پرونده تجاری دیگه‌اش دچار مشکل میشه. که ما به هر حال خدا رو شکر این استاندارد داریم رعایت میکنیم. فکر میکنم تقریبا همه موکلای ما این مسئله رو میدونن. هزینه شده پروژه استارتاپی شما واردش شدی، یه پروژه میخواد از یه مرحله به یه مرحله‌ای برسی که بتونه واقعا لتر آف ساپورت بگیره، یه چیزی هولوش $300,000 هزینه شه. معمولا بعد از لتر آف ساپورت پروژه باید ادامه پیدا بکنه، بایستی که مشاوره بشه، هزینه های حاشیه‌ای داره. اگر با وکیل یا مشاوری داری کار میکنی که این کارها رو برات انجام نمیده و فقط رفتی لتر آف ساپورت تحویلت داده، بدون که کلاه دست برای اینکه بعداً دچار مشکل خواهی شد.
باید یه سری سرویس و خدمات اضافه وجود داشته باشه، پروژه وجود داشته باشه، کار کردن روش باشه، مشاورش باشه، بیزینسش باشه، همه این چیزا باید باشه و این روند بایستی برای تا مرحله صدور پیار ادامه پیدا کنه. هیچ جایی استاپ نمیشه. حالا یه جایی تند رفته، بعدن یه ذره به قول معروف چل میکنه کارو. متوجه هستی؟ چون قبل از لتراب ساپورت شلوغ‌تر وضع. برای اینا رو من خواستم بهتون بگم، به زمانی هست مردم میخوان یه سری اطلاعات درست و شفافی داشته باشن و بهتره که این چیزها رو بدونن. در این حال با تمام این اوصافی که گفتم، پروگرام هایی مثل ستارتاپ، مثل آی سی تی، مثل اونر آپریتور، یا پروگرام های بی نظیری هستن. علاوه خصایص سرعتی، مسئولیت کم، میزان سرمایه گذاری کم، نمره آیلز، تخصص ها، از هر لحاظ حساب بکنید اینا پروگرام های خوبی هستن. فقط باید راهش رو درست حرکت بکنید. اگه راه اشتباه برید دچار مشکل میشه. درسته. خیلی ممنون از توضیحات کاملتون دیگه آقای دکتر. دیگه خودتون بهتر میدونید تو استارتاپ متاسفانه حالا برداشتی که حالا مردم دارن، حالا یعنی بهشون میگن، این برداشت رو میکنن که بیان یه پولی بدن و برن توی طرح کسی دیگه یا لتر آف ساپورت بگیرن، انگار 100% پیارش اصلا همچنین. باز من اینم برگردم سه یه چیز دیگه، حالا تمام بحثمون شده این اصلا همچه چیزی نیست. شما پروژه‌ای که مال یه نفر دیگه است، مالکیت فکری پروژه بایستی مال شما باشه. شما باید سهامدار یک شرکت استارتاپی باشی که اون شرکت استارتاپی مالک اون پروژه است. اگر کسی رفته پروژه ای رو یه جا ثبت کرده، اختراعش مال یه نفر دیگه است، دیولوپمنتش مال یکی دیگه است، بیاد یه عده دیگر رو روش سوار کنه، عملا آی پیش مال شما نیست. متوجه هستی؟ پتنتش مال شما نیست. در نتیجه اینم میشه یه موزل، برای اینکه شما عملا فقط شدی یه اینوستور. اگر شما قرار بوده اینوستور باشی، اون وقت این پروگرام استارتاپ پروگرام شما نبوده. شما بایستی سهامدار و مدیر یک شرکت استارتاپی باشی که اون شرکت استارتاپی دارای پروژه‌ای هست که اون پروژه متعلق به کل اعضای گروه هست. خب خیلی ممنون از توضیحات خوب و کاملتون. دیگه فکر کنم ما یه سری دوستان سوالات استارتاپ داشتن، دیگه انقدر کامل توضیح دادین که اینا رو من دیگه مطرح نمی‌کنم. بیا آقای دکتر دیگه که وقت برنامه دیگه هم برسه. خب آقای دکتر، یه چند تا حالا سوالات دوستان پرسیدن که خیلی تخصصیه. دوستی سوال کردن که از طریق حالا یکی از برنامه‌ها الان تو مرحله اپلای پی‌آر هستن، بعد توی مدیکال سوال داشته اینه که همسر ایشون گویا ظاهرا بیماری ام اس رو دارن، ولی از لحاظ ظاهری سالم هستن، هنوز بیماری اونقدر حاد نشده و میخواستن بدونن که اینو اعلام بکنن یا اعلام نکنن، و اگر اعلام بکنن آیا مشکلی در پرونده ایجاد میشود؟ 100% پزشکی که در واقع معتمد دولت کانادا هست 100% این رو بررسی میکنه و متوجه میشه. در موقع اگه این همچین گزارشی برسه، شما پرونده پیار در مرحله آخر رفیوز میشه، پس شما بایستی اعلام بکنین، مگر اینکه واقعا اصلا حدی نباشه که یک پزشک تشخیصش بده. خب و مسئله راه حلش هم اینه که بایستی وکیل یا مشاورتون روی پرونده شما تقاضای اجنسی کنه، یعنی اپلیکیشن اضافه است، تقاضای مستثنا شدن شما بکنه، بگه این موزل وجود داره ولی شما به قول معروف داره مهاجرت به دلایل انسان دوستانه و غیره و غیره کوتاه بیا، و ما هم از طریق مثلا بیمه خصوصی یا از طریق تمکن مالی بالاتر و غیره میتونیم این هزینه رو خودمون کاور کنیم، که این در حقیقت مسئولیتش رو دوش دولت کانادا نیفته. متوجه چون هزینه است دیگه اینا، دولت کانادا تا اونجایی که میتونه سعی میکنه جلوی هزینه تراشی رو بگیره. این ماجرا فقط در مورد پناهنده ها
پناهنده هر حالی که باشه داره مهاجرت تو کانادا بهش کاری نداره، یعنی health issue بیماری تو پرونده های پرونده تأثیری نمیذاره، ولی تو پرونده های دیگه میتونه باعث رد شدن پرونده بشه. و دلیلی هم که رو پرونده پناهندگی تأثیر میذاره چون که افرادی که تو شرایط خاص بحرانی هستن معمولا شرایطی مناسبی ندارن که مراقب سلامت خودشون باشن. حالا اون ایرانی که میاد یه دروغ و فلان سرهم میکنه، من دین ندارم و من فلان ندارم و الوبل، اون داستان شده. ولی بدبخت آفریقایی که سه روز در میون یه غذا گیرش میاد بخوره، از یه جای عقب مونده خودشو به سختی پای پیاده باور کن رسونده به مرزهای کشورهای دیگه، اون آدم 100% آدم سالم و سلامتی نیست از لحاظ فیزیکی و مغزی. به هر حال این مسئله این شکلی هست. خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر یکی از کلاینت ها اون سوال کردم، حالا ایشون کلاینت استارتاپ ما هستن، مدارک لتر آف ساپورتشون اومده و توی طرحشون رو خیلی تعریف کردن و خیلی تشکر کردن، گفتن که ما مدارک رو براتون پست کردیم و داریم مرحله اپلای پیار میشه. وقتی که پیار اپلای شد، ایشون میگن چقدر زمان میبره تا فایل نامبر و پروسه مدیکال و اینجور چیزاشون شروع بشه؟ هیچ زمان مشخصی نمیشه گفت، یه زمانی بستگی به زب، ولی آن اوریج پروسسینگ پرونده های استارتاپی در حال حاضر یه چیزی هلوش 17 ماست. درست. بنابراین این 17 ماه فقط شامل نمیشه که وایسی تو جواب پرونده شماره پرونده بیاد، نه، 17 ماه برای کل جریان هستش. ولی خب مسئله کرونا و این داستان ها یه زیادبار پروسه های رسیدگی رو طولانی تر کرده. خیلی ها هستن که اپلای کردن، مدارک هم فرستادن، هنوز شماره پرونده برشون نیومده. درسته. و فراموش هم نکنید پرونده استارتاپی پرونده های آنلاین نیستن، اینجوری نیست که شما آپلود کنید مدارک رو بفرستید، چون آنلاین باشه همون لحظه که آپلود میکنی به فایل نامبر، ولی وقتی پیپر بیس باشه داستان فرق میکنه. وقتی مدارک باید پست بشه، فرستاده بشه با امضا و اصالت داکیومنت ها، در اون صورت داستان متفاوت است. بعد وایسی تا نامش بیاد، در واقع اداره مهاجرت یه نامه میفرسته که مرسی ما این فایل گرفتیم، اینم شما رو پرونده. درست. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، بعد مرجع تصمیم گیری پرونده های استارتاپ الان همون یعنی آنکارا میشه یا یعنی که نه داخل کانادا؟ 100%. نه، آنکارا که ربطی نداره، آنکارا فقط مرکز صدور ویزا است. نهایتا آخر وقتی همه چی توی داره مهاجرت کانادا اینجا بررسی شد، خدمتون عرض شود بعد از این ارسال میشه برای در واقع سفارت کانادا در اون کشورهای دیگه برای ویزا صادر بشه، ویزای مهاجرتی که طرف بتونه وارد شد. متوجه شدم. خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر، یه دوستی یه سوالی داشتن، ایشون 26 سالشونه، عرضم به حضور شما که فوق لیسانس مهندسی صنایع دارن و آیلتس 8 دارن، توی اکسپرس انتری شانس خیلی بالایی دارن، فقط سوالشون در رابطه با سابقه کارشون بوده که بین لیسانس و فوق لیسانس ایشون 3 سال سابقه کار دارن در حین تحصیل، آیا این جزء سابقه کارشون میتونه حساب بشه؟ تمام وقتم بوده؟ نه، شما زمان تحصیل اگه سابقه کار داشته باشید طبق قانون سابقه کار محسوب نمیشه. یعنی تحصیل پارت تایم شاید بتونی بهش استناد کنی، ولی اصولا به هیچ چیش نمیشه استناد کرد. نمیشه استناد کرد. ولی مثلا مدرک تحصیلشون چی بوده؟ 26 سالشونه، دانشجو فوق لیسانس هم تازه تموم کرده، آیلتس 8 جنرال دارن، حالا فکر کنم CLB 9 میشه اگه اشتباه نکنم، و ولی خب سابقه کار اینجوری باشه ندارن دیگه، یعنی امتیازش رو پس اشتباه جمع زدن چون با 3 سال سابقه کار. در اون صورت فقط میتونه تنها کاری که بکنه اینه که بیس بچلرش استفاده بکنه، نه مثلا. درست. آها متوجه شدم. بعد یعنی اگر که با لیسانس کار بکنه امتیازش یه ذره میاد پایین. اونم من این درست نیست قانونی، اینی که دارم بهتون میگم.
قانونی شما نمیتونی دروغ بگی به داره مهاجرت بگی من لیسانس فوق لیسانس ندارم. بله خب یه عده این کارو میکنن با مسئولیت خودشون. درست. چون امتیاز بین لیسانس و فوق لیسانس خیلی نیست. درست. ولی اگر شما سابقه کار اصلا نداشته باشی اصلا واجد شرایط فدرال اسکیل ورکر نمیشی. درست. خب آقای دکتر خیلی سوال پرسیدن دوستانی که تو گروه اسکیل تریدن مثل جوشکار، دوستانی که کار لوله کشی انجام میدن، رانندهای لیفترها که خیلی ما سوال داشتیم. ما خودمون تو اسکیل ترید چون فعالیتی حداقل مجموعه ما نداره میشه این توضیحاتی بدی؟ خیلی بحثی که دوستان دارن نگرانن، بهشون جاب آفر خیلی پیشنهاد میشه، میگن که بیا یه عددی بده 20000 تا 30000 تا 40000 تا و ما اونجا کار براتون پیدا میکنیم. این میخوام ببینن اینا میخوان واقعا همچین چیزی میشود تو کسایی که کار ترید انجام میدن؟ ببین فدرال اسکیل ترید خدمتون عرض شود که یکی از پروگرام های زیر مجموعه اکسپرس انتریه. خب بله بله. و چیزی که در واقع توی سیستم اسکیل ترید اتفاق میفته اینه که یه سری مشاغل خاصی توش قرار میگیرن. خب این بله. مشاغل خاص یعنی شامل همه مشاغل نمیشه و اسکیل ترید در واقع باید ثابت بکنه که سابقه کار در این و مدرک تحصیلی و ناکش در واقع وقتی میگیم NOCش یعنی کد شغلی مشخصی رو داره که این کد شغلی هم نیازمند سابقه کار هست هم نیازمند مدارک تحصیلی که برای اون کار لازم هست. خب وقتی این مسائل انجام شده باشه میاد میگن چی؟ میگن که خب شما برای اینکه بتونی اپلای بکنی برای فدرال اسکیل ترید در واقع کلاس، فدرال اسکیل ترید کلاس، اگه بخوای اپلای بکنی چه چیزایی لازم داری؟ موضوع اولی که شما لازم داری اینه که باید یه دونه جاب آفر داشته باشی که فول تایم باشه و ال باشه و بل باشه، از یک یا دو نفر کارفرمای کانادایی. خب این یه موضوعش هست. ولی اسکیل ترید وقتی جاب آفر به شما داده میشه این بایستی بره LMIA بگیره. پس هر جاب آفری نیست، هر نامهی به دستتون بدن نیست، این باید بره کارفرما. شما هم LMIA نمیگیری، کارفرما LMIA میگیره. در واقع باید ثابت بکنه کارفرمای کانادایی با استخدام شما در کانادا به بازار کار نیروی مقیم کانادا ضربه زده نمیشه، که بهش در واقع این میشه LMIA. خب این LMIA سابقا بهش گفتن LMO، الان بهش میگن LMIA. چیزی که هست میگه که شما اول باید جاب آفر داشته باشین. خب این جاب آفر هم باید بکاپ داشته باشه که اون بکاپش میشه چی؟ همون LMIA. بنابراین اگر شما جاب آفر داری LMIA داره، شرط اول رو داری. در به صورت آلترناتیولی در واقع در کنار این اومدن گفتن اگه جاب آفر نداری اوکی، ولی تو میتونی از یکی از پروونس های کانادا، استان های کانادا سرتیفیکیت آف کوالیفیکیشن داشته باشی. یعنی که مثلا شغل ایکس رو انتخاب میکردی، این شغل اومدی اینجا دورش رو گذروندی، امتحاناش رو دادی، سرتیفیکیتش هم گرفتی، حالا یا به عنوان استودنت یا به عنوان ویزیتور اومدی اصلا انجام دادی. بستگی داری که اون پروگرام به شما برای صدور کوالیفیکیشن سرتیفیکیت ازت استودنت ویزا بخواد یا نخواد. خب پس راه دومش اینه که به جای جاب آفر بیای این سرتیفیکیت آف کوالیفیکیشن رو بگیری. خب این موضوع طب. موضوع دوم شما بایستی نشون بدی که زبان انگلیسی در حداقل تو بخش سپیکینگ و لسنینگت آیلز 5 داری، 5 تو بخش سپیکینگ و لسنینگ، و تو بخش ریدینگ و رایتینگت آیلز 4 داری. عملا میشه یه چیز مشابه، حدودا میشه آیلز 5. بس 6 نیست فدرال اسکیل ترید،
مثل فدرال اسکیل ورکر که آیلز 6 میخواد، این آیلز 5 میخواد، این لولش پایین‌تره. و شما باید ثابت کنی که 2 سال سابقه کار داری تو این موضوع، یعنی شما علاوه بر همه مواردی که گفتم باید نشون بدی تو 5 سال گذشته 2 سال سابقه کار داری. از هر چیزی مهمترش اینه که شما سابقه کار و تخصص تو یکی از این مشاغلی که داریم صحبت میکنیم شما جا بیفتی. اینا اومدن کلن چند تا گروه اصلی و چند تا گروه فرعی رو پیشبینی کردن. اصطلاحاً حالا اینا رو از بعد میان، بحثش خیلی فنی تخصصیه، ولی مثلا میان میگن میجر گروپ یعنی گروه اصلی 72، یعنی کدای شغلی که با 72 شروع میشه. کدای شغلی کانادا همشون 4 رقمی هست. خب شما با عدد 72 شروع میشه، بقیش میشه عددهای دیگه. میجر گروپش 72. اینا کیا هستن؟ کسایی هستن که تو کار کانستراکشن هستن، کار صنعتی انجام میدن یا کار الکتریکی انجام میدن. یه گروه دیگه کسایی هستن که بحثای در واقع تجهیزات و نگهداری و اینجور چیزا هستن که میشه میجر گروپ 73. یه عده دیگه هستن، آدمایی هستن که توی منابع طبیعی، تو کشاورزی و شغل‌های مربوط به اون به عنوان آدم فنی یا به عنوان سوپروایزر دارن کار میکنن. یه عده دیگه کسایی هستن که به صورت در واقع به عنوان شف یا آشپز خب سرآشپز، آشپز در واقع دارن برای رستوران و غیره دارن کار میکنن، که این گروه خیلی موقع هستوش، در واقع ماینر گروپ 632 بهش میگن، شف و کوک توش هست. یه سری دیگه هم هستش که میجر گروپ، ماینر گروپ 633 که در بود به قصاب ها و قنات ها و نونواها و اینا میشه. اینا هستن. بنابراین شما 2 سال سابقه کار داری، جاب آفر گرفتی به عنوان نونوا ایرانی، مثلا میخوای بیای نون لواشی اینجا درست کنی، خب نون لواشی ایرانی رو کی بلد درست کنه؟ فقط نونوا ایرانی بلده، خب بقیه بلد نیستن. یا قرار مثلا شما بیای اینجا یه کاری باید ثابت بکنی که این کاره هستی، مثلا ذبح اسلامی باید انجام بشه، مثلا اینجا خیلی حلال و حرام خوری و سیستم گوشت ها و ذبح ها فرق میکنه، مثلا شما قصاب بوچر میخوای ورده بیاری، بعد اینا رو میتونی، یه علمای هم میذاری پشتش. اینا در صورت که اینا همش اوکی باشه شما میتونی روی اسکیل ترید حرکت کنی، ولی حواست باشه که این شغل ها بایستی به این سیستم باشه. در نهایت وقتی شما اینا انجام میدی میفتی تو اکسپرس انتری و تو اکسپرس انتری دعوت نامه میگیری برای پی آر. متوجه شدین چی شد؟ این یک فکر میکنم توضیح جامع و کامل در مورد فدرال اسکیل ترید. خب خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر یه دوستی سوال کردن در رابطه با پروگرام ICT هستش، گفتن که ایشون یه شرکت ساختمانی دارن، مدیر عامل هستن، ولی پرسنل دفتریشون کلا 3 نفر بیشتر نیست، ولی اونایی که تو پروژه دارن هلوش 200 نفره، ولی اونا رو بیمه نکردن، ولی مستقیما قرارداد دارن که ماه به ما دارن حقوقشون رو میدن، ولی بیمه‌ای که دارن بیمه مسئولیته، یه موقع اگر اتفاقی تو ساختمون براشون رخ داد انجام میدن. آیا میتونه از طریق ICT اقدام بکنن؟ ممکنه، بله، من فکر می‌کنم ممکنه. بعد از اصل و مدارک ارائه بدن، بیزنس در واقع بیزنس رکوردش رو نشون بده. چون شما وقتی یه بیزنسی رو برپا می‌کنی هزینه هایی رو داری میکنی، اون هزینه ها تو اسناد مالی و حسابرسی هست، در نتیجه اگر جایی داری بیمه هزینه پرداخت میکنی بابت مسئولیت و غیره میتونی ازش استفاده کنی. همیشه داشتن لیست بیمه کارکنان توی سیستم بیمه تامین اجتماعی دلیل، تنها دلیل بر داشتن پرسنل نیست، چیزهای دیگه هم میتونه باشه. مازاد بر این یه پروگرام دیگه هم هست مثل ICT به نام اونر آپریتور، اونم LMI exempted C11 که شما میای میگه من مدیرم، بیزینس کردم، الان میخوام بیام این بیزینسم رو در کانادا را بندازم و به عنوان کارآفرین میای تقاضای ویزای کار میکنی. متوجه شدین؟ پس شما به عنوان مدیر تقاضای ویزای کار در اون صورت نمیکنی، به عنوان مدیری شرکت خارجی، در صورت به عنوان یک کارآفرین و اون هم انجام پذیر هست. بنابراین
آپشن آلترنتیو ایشون C11 به جای C12. متوجه شدم. در نهایت خرید بیزینسی در کار نیست، چون یه عده به من صحبت شده بارها به من گفتن که شما وقتی میخوای بری روی اونر آپریتور حتما من بیزینس بخری. همیشه اینجوری نیست، شما میتونی بیزینس ایجاد کنی، قانون اینو مجاز کرده، پس شما میتونی به عنوان کارآفرین بری بیزینس خودت را بندازی، نیاز نیست بری بیزینس بخری. بعد بیزینس پلن بدی، اصول مالی ارائه بدی که میتونی بیزینس رو ران کنی. این ایجاد شعبه است، فقط دیگه شعبه‌ای در کار نیست، انگار یه چیز جدید میشتن. متوجه شدم. خب خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر. یه دوستی سوال کردن که ایشون داخل کانادا هستن، دانشجوی هوانوردی در کانادا بودن و به تازگی فارغ التحصیل شدن، اما به علت شرایط کرونا موفق به پیدا کردن شغل در هیچ ایلاینی نشدن. حالا سوال ایشون این هستش که اگر که کار پیدا نکنن ایشون برای دریافت اقامت راه دیگه‌ای دارن؟ با توجه به وضعیت کرونا تنها چیزی که مطرح بهش پیشنهاد بکنم اینه که موقتاً بگرد یک چیزی رو اپلای کنه، به اصطلاح بهش میگن TRP، Temporary Resident Permit. Temporary Resident Permit رو به کسی میدن که شرایط تمدید ویزای کار رو نداره، ولی طبق قانون یا ویزای تحصیلی رو ویزای کار معمولا شرایط تمدید ویزای کار رو نداره، اقامتش در کانادا اکسپایر میشه، باید کشور ترک کنه، ولی این موضوع یه جورای خارج از کنترلش بوده. بنابراین سلوشنی که برایشون هست TRP، Temporary Resident Permit، که با اون میتونه در واقع ادامه بده تا بره کار پیدا بکنه و بعد بیاد شرط و شروطهای چیزیش رو رعایت کنه. منتها این تصمیم گیری نهاییش با افسره، وظیفه نداره افسر این کارو بکنه، افسر داره مهاجرت، ولی راه و مسیر درستش اینی که بهتون گفتم. خب خیلی هم عالی، مرسی آقای دکتر، متشکرم. حالا یه دوستی رو مطلب سوال کرده، البته در رابطه با مسئله جاب آفره، چون چند بار سوالشون تکراریه، چندین بار سوال پرسیده. ایشون سوال کرده همسر من راننده تریلی هستن، به دنبال این هستش که از طریق جاب آفر اقدام بکنن و یکی از مؤسسات مهاجرتی به ایشون گفتن $60,000 میگیرن و به ایشون جاب آفر میدن، که اینا فکر میکنم که گفتن خواستم صحت داره میتونن این کار رو انجام بدن، که شما فکر کنم توضیحاتتون اشاره کرده بودید قبلا که اینا سوری هستش. یه نه آقای الزامن میتونه سوری نباشه. ببین نکته ای که وجود داره اینه که اولا اداره مهاجرت کانادا به شما اجازه نمیده که شغلتو بخری. درست. بنابراین ذاتا این کار خلافه، ولو سوری نباشه خلافه. شکل شمایلش هم اینجوریه که در واقع شما میخواد اون شرکت بیاد به شما یه شغلی بده، سالی $40,000 $50,000 حقوقتونه مثلا. خب شما میای عملا حقوق یک سال خودتو پیشا پیش میدی، متوجه شدی؟ به اضافه یه سودم میدی، عملا شما داری کار مجانی انجام میدی دیگه. واقعیت ویزای کار این نیست، این چیزایی که حالا اقامت هم باشه فرق نمیکنه. واقعیت جاب آفر اینه که شما یه شغلی داشته باشی که وارد کانادا شدی منبع درآمدت شده باشه، و نه اینکه مثلا شما بیای یه پولی بدی جاب آفر بگیری که بر اساسش ویزای کار بگیری که بعد تو کانادا هم اومدی حالا آیا اون کار اگه ادامه پیدا بکنه که شما آردی حقوقتو جلو جلو انگار خودت به خودت دادی خریدیش دیگه. اگر هم ادامه پیدا نکنه که دیگه اون دیگه یه چیز بدتر از حالت عادی میشه. ولی این پروگرامی که صحبتش هست اگه اشتباه نکنم پروگرام استانی ساسکاچوان بوده باشه، در واقع شما بر اساس یک آفر آف ایمپلویمنت میتونستی وارد پروسه اقامتی بشید، ولی این استاندارد، یعنی دولت دنبالی نیست که شما به یه پولی بدی بیا اینجا جاب آفر بگیری و بقیش رو بری جلو، خلاف دارید میکنید. اینجوری من بهتون بگم، میدونید مثل چیه؟ مثل که برید تو ناصر خسرو تو ایران دارو بخرید، درسته پول خریدادید دارو هم واقعی بهتون دادن، ولی خلاف دارید میکنید، دارید با دارو قاچاق میخرید. اونم مثل همینه، در واقع شما دارید این کار رو میکنید، جاب آفر دارید میخرید که این خلافه، ولی اینکه واقعی باشه. پس شما باید مراقب این قضیه باشه. تو بحث اسکیل ترید هم اون بحثی که مطرح شده بود عین این داستان هست،
وقتی شما وارد فضایی میشید که خلق خیلی ها میکنن، نمیگم نمیکنن، به خصوص هندی ها، من یه چیزی هلوشه شاید بهشون بگم 60% هندیایی که مهاجر هستن به کانادا از طریق خلاف، یعنی جاواپرهای جعلی، مشکلدار، و یه جورایی همه شون دارن این کار میکنن تو اکسپرس انتری. چون من میگم برای مدت یک سالی به وکیل یه شرکت مهاجرتی هندی بودم و خیلی خلافا دیدم توشون، خیلی خلافا، خاطر همینم من استفاده دادم. ولی واقعا این مسئله فقط خاص ایرانی ها نیست. به هر حال شما داری خلاف میکنی، پی خلاف کردن و عواقبشو به خودت بمال. اگه اوکی بشه شانس آوردی، به قول معروف جستی که جستی، نجستی هم که یه به قول معروف یه کاری کردی که دیگه هیچ راه پیش پس و پیشی بود، در واقع روی راه دوباره ساختن قضیه نه. چون اگه شما مرتکب میسرپ بشی بعدا نمیتونی اینو جبران بکنی. خب خیلی ممنون، مرسی آقای دکتر از توضیحاتتون. آقای دکتر یه دوست دیگه سوال کرده بابت همین کرونا هستش، گفتن که حالا آیا با توجه به اینکه کشور کانادا، البته سوال مهاجرتی نیستش، که این واکسن رو خریداری کرده و شنیدن که 140% واکسن رو خرید کرده، یعنی بیشتر 40% جمعیت، میگن آیا برای حالا با این داستانی که این اتفاق افتاده، آیا ویزای ویزیتوری رو باز میذارن که ویزیتورا بیان با توجه به اینکه حالا دارن واکسیناسیون میشه کانادا؟ قاعدتا دنیا قراره برگرده به حالت عادی دیگه، قرار نیست برای همیشه این وضعیت باقی بمونه. ولیکن واکسنی که شما صحبت میکنید، من فکر میکنم همیشه اون عاملای قرنطینگی و تست های اضافه و اینجور چیزا پاورجا باقی بمونه. یعنی یه ذره شرایط رو سخت‌تر کنه. ولی واکسنی که اینجا آماده شده داله برای نیستش که شمایی که احتمال داره وصل باشی به سورس کرونا بیای اینجا برقرار آلوده کنی، آلوده بکنی. درست. ولی کلن روند اینه که برگرده سیستم عادی، حالا شفق ایرانی باشه یا غیر ایرانی باشه. درست. دنیا بحث توریست و ترافل یک سالی متوقف شده و زمانه چه که برگرده به حالت عادی. این مسئله هم حالا قاعدتا بایستی واکسن وجود داشته باشه، شرایط شوکه باشه که بتونید در واقع دنیا استیبل بشه، نه فقط کانادا. خب خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر یه دوستی سوال کردن که ایشون اگر پی آر کانادا رو داشته باشن میتونن امریکا هم سفر بکنن، برن و بیان؟ خیلی آخه فقط با پاسپورت میشه این اتفاق رخ بده، درسته؟ بله، سیتیزن کانادا بشین توی مرز میتونید تقاضای ویزا کنید. درسته. خب آقای دکتر یه دیگه یه دوستی هم در رابطه با برنامه خود اشتغالی سوالی داشتن. ایشون حالا فکر کنم کلاینت های خودمون هستن و یه مدرکی که ازشون خواستم به نام حسن انجام کار. گفتن این حسن انجام کار چیه، چطوری هستش، توضیح اگر داریم ممنون میشم. متوجه هستم، یه بار دیگه بگین. یکی از کلاینت های ما یه سوالی به صلات کردن که الان به موبایل من دایرکت کرده بودن که بابت اینکه یه سری مدارکی میخواد تو پروگرام خود اشتغالی از ایشون که بیان برن از کسایی که برایشون پروژه اجرا کردن نامه حسن انجام کار بگیرن. نه اینو یه توضیح میشه بدین که کارشونه دیگه، شما عملا جز لیست مدارک که واقعیش کام، یعنی به صراحت جز لیست مدارک نیست، ولی شما زمانی که تو پروگرام خود اشتغالی میرید باید ثابت کنید 2 سال از 5 سال اون شغل با اون کد شغلی رو انجام دادید. برای اینکه ثابتش بکنید یا قرارداد دارید یا نامه دارید یا تاییدیه دارید که این کار رو انجام دادید. معمولا فقط نامه و مسائل خیلی خیلی مستند نیست، بیشتر اصل قضیه این هستش که مدرک تحصیلیتون باش مرتبط باشه و واقعا این سابقه کار رو داشته باشید با اون افراد، در واقع به عنوان کانترکتور، به عنوان پیمانکار، به عنوان کارشناس متخصص یا هر چیزی کار کرده باشید. درسته. خب خیلی ممنون. این موضوعی که گفته شده یه دلیل مثبت میتونه باشه بر کنار بقیه مسائل، ولی الزاماً شرط این نیست که، یعنی شما گواهی حسن انجام کار، حسن خاتمه کار، یعنی شما وقتی یه پروژه رو دلیور میکنی
وقتی کار رو تموم میکنی آخر کار طرف کانترکتورت میاد میگه به به دست درد نکنه، شما مثلا این کار رو برای من انجام دادی، خیلی کار خوبی بود و اون کار بایستی کار خود اشتغالی باشه. مثلا شما رفتی یه نقاشی کردی برای یه نفر و یا به یه گالری، بعد گالری اومده گفته بله ما این پروژه ایشون باش کار انجام دادیم، 10 تا تابلوش هم فروختیم. متوجه هستیم یه همچی چیزی بیشتر وریفیکیشن کرده، بیشتر وریفای کردن کاری که انجام شده است. خب خیلی ممنون آقای دکتر، متشکر. اگر که نقطه نظری داریم بفرمایید. حالا من جلسه هم یعنی کوتاه‌تر میکنم با توجه به اینکه حالا هنوز داستان نوه شب و اینجور چیزا هستش که ما بیشتر از این نمیتونیم توی دفتر باشیم، مجبوریم که کوتاه‌ترش بکنیم. اگر که حالا نقطه نظری چیزی هستش بفرمایید که نه خواهش به جنبندی برسیم. نه موضوع خاصی نیست، پرونده ها خدا رو شکر یه سمت و سوی داره میگیره، اداره مهاجرت همه چی از اون حالت لاکداون داره در میاد، کارا رو دارن انجام میدن و چیز مهمی که براتون همیشه یه موضوعی رو یکی از دوستان مطرح کرد، من اینجا جالب دوست دارم بهش یه حرفی در موردش بزنم و اون اینه که وقتی که میخواید پرونده مهاجرتی کانادایی انجام بدید، کسی که پرونده شما رو میخواد کارش انجام بده قاعدتا یا وکیل یا یک مشاور مهاجرتی کاناداییه و اون فرد تو کاناداست، دفترش کاناداست، مجوزش کاناداییه. حالا شاید مثل ما در ایران هم دفتر داشته باشه، خب ولیکن دفتر ایران یا مجموعه‌ای که در ایران داره کار میکنه طرف قراردادی شما نمیتونه باشه. متوجه هستی؟ چرا؟ برای اینکه طبق مقررات قانون وکلا و مقررات اداره مهاجرت و مقررات شورای مشاورین مهاجرت، چیزی که هست شما بایستی با وکیلت قرارداد ببندی مستقیم، کسی که مسئول پروندت هست، و هزینه هایی هم که پرداخت میکنی از اون فرد رسید بگیری. درست. برای اینکه اون مسئول پرونده است، ریتینر فی یا حق و زحمه رو کسی میگیره که مسئول اجرای پرونده است. بنابراین اگر شما رفتی در یه جای دنیا قراردادی بستید با یه نفر که اون یه نفر گفت من پرونده تو میدم به یه نفر دیگه انجام میدم، اون خلاف هست. در واقع این کار قانونی نیست، اون فرد در واقع میشه ایجنت اون سازمانی که تو اون کشور هست و ایجنت حق نداره به نام خودش قرارداد ببنده. بایستی به صراحت بگه که من نماینده فلانی هستم و اون نمایندگی هم بایستی ثابت شده و ثبت شده باشه. در حال این موضوع جالبی بود، توی یکی از مثلا دوستان مراجعه کرده بودن که میگفتن که حالا احتمالاً کانسرنشون اینه که اگه کارمون نشود مثلا ما طرف قراردادمون یکی تو ایران باشه، ولی واقعیت این علاوه استاندارد قانونی و مقررات مهاجرتی کانادا و غیره اصلا قابل اجرا نیست حقیقتاً، به خاطر اینکه شما گفتم محل اجرای پرونده در کاناداست، وکیلت کاناداییه، بر اساس لایسنس و مجوز کانادایی داره این کار میکنه و ذات پرونده ذاتن پرونده‌ایه که یک نفر مهاجر دنبال یک کسیه که کمکش بکنه که به اون کشور مقصد مهاجرت بکنه. درست. بنابراین شما توافقات تو کشور مبدأ پایه قانونی حقوقی برای الزام کردن اون وکیل داره، مازاد بر این. شما الان اومدی یه قرارداد بستی با ایجنت ایکس، پولم دادی به اون، پس فردا اومدی پا من پرونده اومد دست من، شما یوز آف رف یا سای مداره که من اون قبل وکالت من هم امضا کردی، من پس فردا میتونم بگم نه من حق و زحمه نگرفتم یا هر داستان دیگه ای و من مسئول پرونده شما نیستم، پرونده این آدم رو فلان مؤسسه به من ارجاع داده و شما اگه حرفی حسابی داری برو با اون مؤسسه. برابرش من میتونم راحت به عنوان وکیل پرونده شونه خالی کنم از زیر کار، چون نه طرف قرارداد من بودید نه چیز. به هر حال این
موضوع به نظر من مهمی از لحاظ قانونی قرار داده، اینا در مردم توجه کنن و بدونن که استاندارد این کار چی هست. دیگه حالا امیدواریم که همه خوب و سلامت باشن و ما هم در خدمتتون باشیم. خب آقای دکتر خیلی ممنون، مرسی، توضیحات خیلی خوب و کاملی بود، خصوصا تو همه بخش استارتاپ اسکیل تره. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون، ان شاءالله که شما هفته بعدی هم در خدمتتون هستیم. در خدمت شما هستم. باعث افتخار بود، مرسی، متشکرم. خدا نگهدار. وکیل و همراه مهاجرتی و تجاری شما از ایران تا کانادا. YLG